بنام خدا ورز سلام وقتتان بخیر راکت پراکنی های پاکستان به مرز افغانستان با ولایت کنر ادامه دارد پیوسته به گذشته و به ادامه گفته های گذشته و قبلی باز هم از مرز پاکستان و از خاک پاکستان به خاک افغانستان و به مرزهای افغانستان و به ولایت کنر افغانستان راکت پراکنی ها از آزاد پاکستان ادامه دارد و در تداوم این رقم صداها، گفته ها و حرفهای همیشگی گویا تاکنون ناشنیده گرفته شده و یا راحلهای های دقیق در این زمینه تاکنون ارائه نشده قبل از این اگر گفته می شد حکومت بر ریاست و زعامت رئیس جمهور حامد کرزی با ضعف های سیاست خارجی و حداقل مماشات مسلحتگرانه گرانه را است حکومت جدید و حکومت وحدت ملی در این راستا چه دیدگاه و حداقل راه حل مناسب برای این نکته چیست مسئله نیست که قابل جبران باشه چون هر روز راکت پراکنی های پاکستان به خاک افغانستان جان افغان ها را میگیرد اما اینکه چه نکته ها و یا حداقل مشخصات و مش مشرح بودن این راکت پراکنی ها را در گزارشی از هم کار و در ادامه بحث این برنامه مداخلات پاکستان در امور افغانستان و راکت پراگنی بر حریم این کشور موضوع تازه نیست اما در تازه ترین مورد شب گذشته هفته راکت از پاکستان بر ولایت کنر اصابت کرده است مجلس سنا حملات راکتی کنر را تقبیه کرده و از رئیس جمهور می خواهد تا برای این موزل رای حل سیاسی پیدا کند وز جمهور ریس پاکستان تمز چې د پرابېتک سیاسي حال لري او ک بلکمه داسې بدیل چې متقابل د ولسمه همکاري د قوم نامکاري خپل تجارت کولای شي نور د شرمته د پټ کې کیږي یو تدابيري دروست ک بيتا نه مونتاج ثوه با یک صلح دایمي او همچنين قطع همجانبه راکټ باران از طرف پاکستان بالای خاک افغانستان فرماندی امنیه ولایت کنر میگوید که نظامیان پاکستانی بدون کدام دلیل همواره کنر را مورد حملات راکتی قرار میدهند و این عمل کرده پاکستان را خلاف قوانین جهانی دانست. شش بامداد امروز هبده فریا انداخته خود بالای از مناطق محمد گید میگن مربوط با جهور جنسی پاکستان انداخت خدا بالای قریجات نورلی مربوط و سولی سرکانو پرتاب کردین که لطف خدا تلفات نداشت اما فرمانده و زمین مردم خساره شده فرماندی امنیه کنر می گوید که از آغاز سال تا کنون بیش از هفت راکت از سوی نظامیان پاکستانی بر ولایت کنر اصابت کرده است که در نتیجه به شمول زنان و اطفال 18 کشته و هشتاد یک زخمی بر جا گذاشته است. به گفته آقای سید خیلی در این حملات 464 مواشی تلف شده و 545 خانواده مجبور به ترک منازلشان شدند. بله با سلام مجدد بیننده برنامه نگرش از شبکه جهانی آریانا و آریانا نیوز هستید من هم در قفری میزبان این بحث هستم و مهمانانی که اینجا حضور یافتن محترم جنرال عبدالحبیب سیدخیل خیل قبندان امنی ولایت کنر محترمه وگمساپای نماینده مردم کنر در ولسی جرگه و همچنان آقای فرخ جناب منشی مجلس سنا به این برنامه دعوت شدن تا کنون در برنامه با ما نیستند اما مهمانان عزیز برنامه خوش آمدید جناب سید خیل از آدرس شما بدانم رقم ارقام و تلفات و یا حداقل آسیب هایی که از آدرس راکت پراکنی های پاکستان بر افغانستان و بر افغان ها متحمل شده و رسیده در شما در گزارش هم شرح دارید می میخوایم بدانم چرا بسم الله الرحمن الرحیم سلام به همه بیننده های محترم تلویزیون آریانا نیوز و به شما جناب شیخ به شما بهتر معلوم است که ولایت کنرا یک ولایت سبل و جنگزا در زمین یک ولایت سرحدی است که از مدت زمان هاست که انداخت های پراگنده نظامی های پاکستان بالای شش و نزدیک خط فرضی دیورن ما انداخت میشه که باعث تلفات مردم ملکی مسلمان بیچاره میشه بله. که ما در تایی سال تقریبا 7102 فیر بالای شش و ما نظامی های پاکستان توپای خود انداخت کردین در نتیجه از 18 نفر شهید داریم که شامل زن کودک است هشتاد و نو نفر زخمی داریم که اون شامل زن و اطفال و کودک است تقریبا 545 فامیل مهاجر شده از مناطق خود بیجا شده و رسولی ها رسولی امن آمده در جلال آباد در روی زندگی خود به سر میبرن تقریبا 456 و مردم به حلاکت رسیده و 161 کیلومتر که در ولایت کنر خط فرضی دیوره نجا ایجاد شده در هر کیلومتر نظامی های پاکستان که خلاف قوانین بین المللی است یا گذاری کردن در اینجا اینا با وسوزی وز که راکت هایشان از عقیبشان انداخت های خود میکنه بالای مردم اما پوست های از بعضی اوقات انداخت های در آوان خود بالای مردم مسکونی ما میکنند که در رفتی گذاشته در اول سوالی ما ما شاید انداخت آوان بودیم که باعث جنرات دو نفر است مردم اهالی شدند که عملا زخمی از وار انتقال دادن به شفاخانه در پولی از جنگلا و زمینای مردم خسارت شده مسجدشون شهید شده و در پولی از صدها خساری دیگه به مردم به میان آمده بله. که ما همیشه تقاضا کردیم و تقاضای مردم است که جناب وکیل صاحب تشریف داره به نمایندگی مردم که تقاضا کردن از ما که شما با رهبری دولت بیشینین برشان بگوین که ای موضوع را باید از طریق مذاکره و مفاهمه باید حل بکنه اگر خود نخواست شما انداخت بکنی دو طرف جنگ دو مملکت درگیر میشه تلفات زیاد به مردم ملکی وارد میشه پس ضرور است که باید از طریق موضوع سیاسی موضوع حل شود. همیشه این انداخت یارا یاره بدون موجب قبلا با میکردن که از طرف افغانستان ما مورد حملات قرار میگیریم. در پنج پ کیلومتر یک پوسته داشتن ولی سه ماه میشه چهار ماه میشه تقریبا که در هر کیلومتر یک پوسته فرعی دیگه خود ایجاد کردن حتی در ولسوالی سوالی در ولسوالی سرکانو در ولسوالی خاص کنر با در اینجا در فاصله 200 متر 300 متر موزی پیشرانده پیش رانده خود یا پیش کردن که پیرداری هایشان در روچه هسته پیرداری میکنن هیچ بانی نیست که از این طرف مردم بره او طرف از او طرف کسایی را که سازماندهی میکنن میگن که تعدیدات خواه بالای مردم بالا نیروی امنیتی در اینجا داره اینا تعدیدات خود وار اجازه میتن به اندریجه به هیچ صورتی کسی رفتن نمیتونه به خاطری که پوسا بسیار دقیق شده هیچ بانی بر ازیا وجود نداره اما قصد خیلی با پزش گذشته از خسارات گذشته حداقل از جان باختن افراد ملکی در ولایت کنر و کنریان و همه موارد دیگه و اصل نقص اصل همسایگی و نکات دیگری که مرتبط بر روابط بین الملل اینجا وجود داره این نکته ها در کنار اما نکته ای که مردم میخواهند بدانند از آدرس شما و از آدرس نظامیان و نیروهای امنیتی افغانستان دلیل دقیق را آیا شما یافتین آیا واقعا تنها میشه بسنده کرد به این گفته هایی که اونا هیچ علت بر این مسئله ندارن؟ با در نظر داشت این نکته که شما هم مطرح کردین که حداقل در گفته های دیپلماسی و در یافته ها و گزارش ها که نشان میده از آدرس میشه که از ادرس نظامیان افغانستان و یا از آدرس دشمنان مشترک که طالبان گروه های شورشی از در مرز ما تهدید میشیم و ما در مقابل از اینا این گونه قلق عمل نشان میدیم آیا واقعا این نکته ها نیست؟ این نکته ها خو به هر صورت مشکل در است که ما مشکل غلایت کنر نظامی های پاکستان مشکل دارن که اونو انداخته را میکنن ما با مردم مسلمان پاکستان که او طرف هست این طرف هست. یک قوم است مشکل نداریم حتی ما 2700 فامیل مهاجر پاکستانی که از نقاط از باجاور جنسی از مومن جنسی یا مهاجر شدن اومدن در ولایت کنر مردم با عزت کنر وارد در اوجه جای داده برشان نان میتر تا تفلایشان مکتب میره اوجه ممانیت وجود نداره ای ای گپای نظامی های پاکستان است و ای عمل نظامی های پاکستان است که در مناطق انجام میتن و اینجا هم زمانی که ما اگر بخوایم اکسل عمل نشان بتیم چون دو مملکت درگیر میشه بله. درگیری دو مملکت خسارات بسیار انگفتی را میاره به مردم ملکی به خصوص به مردم ملکی ما این یک نکته قابل تعامل اما پاسخ نظامیان ما دقیقاً بر مردم چی است مردم میخوان دقیقاً بدانند زمانی که نظامیان پاکستان بر خاک ما حمله میکنن و هر روز افراد ملکی ما را میکشن در کل یافته های شما چی نشان میده و حداقل اقداماتی که از آدرس نیروهای امنیتی در این زمینه صورت گرفته را میخوایم از شما به شکل دقیق کسی که در, در اون جایگاه هستین پاسخ بدین ما در ولایت کنار یکانه تجربه که داریم پشتیوانی مردم خود با خود داریم. بله. امروز ما استقبال میشیم از طرف مردم با عزت کنر و در اونجا همیشه حملاتی که صورت میگیره تهدیداتی که بالای نیروی امنیتی میشه ما را مردم جوریان قرار میده مشکلی که به مردم ایجاد میشه آن باید ما رسیدگی برشان کرده میتونیم در صحاتی که ما میتونیم بریم چرا تقریبا 28 رای فرعی پیاده رو برای مخالفین باز از کوچه بان هم نظامی پاکستان وجود داره اما 11 تنظیم مخالفه که در ولایت کنر وجود داره چون نقاط زیاد سبل و جنگل زار است در اونجا یا ترنینگ های خود میتن در اونجا بود باش دارن که 11 تنظیم در مجموع با 8000 چقدر اضافه و کمتر است 8 هزار مردم به مسلح مخالف و اوجه هستند حملات خدا بالای نیروی امنیتی همیشه دارند در 14 ولسوالی متعدی دارند اما لطف خدا نیروی امنیتی آمادگی خود داره برشان جواب میده و ارتباطات بسیار خوبی با مردم داریم در همه قریجات ما رئیس شورای محل داریم همه موضوعات و مشکل ما از طریق حل میشه مکاتب ما در همه جا فعال است کلینیک های ما فعال است روابط بسیار خوب داریم و تقاضای مردم می است آمدن بر ما گفتن تقاضا کردند که اگر عمل کنین شما پیش مادرتون دین پاکستانه اما ای با ای درست از احساساتشان قابل قدر است بله. در اخیر پیشنهاد کردن که باید به هر شکل میشه از روی تفاهم باید حل شود چرا او طرف هم قوم های ماست و این طرف هم مردم مسلمان است باز هم مردم به کشته میشه مردم مظلوم کشته میشه باید سرازی غور شود باید به هر شکل میشه تقاضا کنین از رهبری مقام دولت که باید از از روی تفاهم باید علوان اما تفاهم هم با رهبرای برای های پاکستان حل شود نه به ملکی های چرا ملکی های چندین بار در افغانستان آمدن عزت شدن اینجا برشان بسیار جات پیش آمد بسیار خوب شد برشان اما از پیشان خواهش کردن تقاضا کردن که گرفته با جلوی گفا گرفته شود با حرف از جوا کسی گوش نکرد در که ثمر مفید نداشت شکل اجازه بدین دیدگاه خانم صاپی هم داشته باشیم بعدا برمیگردیم دیدگاه شما در این زمینه چیست؟ مردم شما را من حیث نماینده خود روان کردن که هر چالش و مشکلی که اونا در زندگی خود دارن حداقل شما حل کنید و این یک اصل است اما اصلی که امنیتشان در تعدید است جانشان در تهدید در خطر است چی دیدگاه شما در این زمینه دارین اصل تفاهم را که مردم میخواین و با نظامیان شریک ساختن و آقای فرمانده هم اشاره میکنن که مردم تفاهم سیاسی از آدرس دولت میخواین و اصل هم همین است تا چی میزان شما روی میکانیزم های این تفاهم حداقل از آدرس کسی که از بین مردم هستند با نهادهای رسمی تصمیم گیرنده افغانستان شریک ساختن. بسم الله الرحمن الرحیم زم سر خوندان سبته او د دې برنامې زتمونو لیدونکو او ريدونکو ته سلامونه او نیک هله وړاندې کوم. د دا وځیو جوه خبره ده چې دا جنگ یا د برډون د نن نه نه دي بلکې د نن نه څلور کاله مخکي د برډونا د کونار په خوره او بل خصوص منګه پنځه شپږ غول سوالي چې د لوړ تهدید لاندې دي د دې راکټي برډون لواجنه درکټونه رازي قوبلناسب کبابي واخ سوي شاید د حکومت پاليسي هم په پا نظر کې ونيسي دا چې زه د خلکو استاځي زبربندي خبري باید وکم مم منګه <مانگ> په کراتو مراتو په ولسیجرګه کې د کنال د خلکو استادو نه بلکې منګه سره د نور ولایتو د څلور غ... دي شونور و... ولایتو وکيل سبانو غاګو چتکه په دې مورید باندې وزیران استیزا شو په دې مورید باندې وزیران سلبي صلاح چلو غاګونم تر حکومته پوری جکړل مګ متاسف انا متاسف انا چې د کرزي ناکام حکومت په دې مورید باندې هیڅ و نه کړ چې دوی ولوسونه غوښتنوه اخر ولوس کول کې دي ته مجبور شو چې خپل ولوس را پاتېږي ولوس 50 کی دوی پرځات باندې چې د ولوس د پاتون د پاکستان د حکومت د ډیر بد چلان سره مخامخ شو ځکه ولوس خلیلاسو هغه یو ته امکانات چې په شخصي توګه ځانته برابر کړیو پاغې لاس باندې را جک شوو د دوښمن په مقابله کې انده پاکستان په پا مقابله کې ودید چې زمون د نړۍ ولې سوالي شپګووتنه امندغه سرتيري چې د ولوس سرتيري و را جک شيو امندغه ملکی افراد علار شل سرونه له تنو جدا شلو او دوی ته اخته شممم زمون غلوسونه په قرار کېنن اصل او د حکومت سره غک شریک حکومت ته ولوسونه ویل چی یعنی زه دا بم چی په افغانستان کې به اولين ولایتي چی عام ولسی د حکومت سره ملاتړ کوي یعنی عام ولسی د حکومت سره ملاتړ کوي خلوکی پېښرفت غوړی خلوکی ترقې غوړی خلوکی تعلیم غوړی خل غوړی چې د ټولو هغه حقونه چې منهیز دی یو انسان سړې ورته ضرورت لري یا ښځه یا ماشوم ورته ضرورت لري باید د نور افغانانو په شاني یو شان ولري امو <تصفح> کارکرد حکومت در قسمت همکاري و هميوري خصوصا در قسمت تضمين امنيت يافته هاي شما چيګونه است په ام امنيت په برخه کې حکومت د پزغړ دويم او په جواب ته چي حکومت پاتې راغلي دي د پاتې دراتلو وجد شي په حکومت کې زمنګ هغه څه چې وظيفه د وزارت دفاع و چې باید پکنړ کې اجرا کړې و زمنګ د وزارت دفاع پاغي کې پاتې راغلي اغه سرحدي قواوی چې زمنګ په سرحد کې په کونړ کې موجود دي او لازم او ضروري و منهایز دی یو نظامی وي ام چې اغه اغه س مدرن و سلاغان و مجاهد دسر دسر او مجاهد چې وي چې د سرحداتو نه دفاع کوي متاسفانه چې کورنۍ او چارو وزارت په دې کې پات راغله دي او زمنګ سرتيري فقط قرباني زمنګ ډیر ده زمن د افکارینه زمون امنیتی ځوونه خمو را لری خو قوت او طاقت لري خدای وطن مینه ورسره شته خدای دفاع د افغانستان د استقلالیت د بیراق د وطن د ننګ او د ناموس ورسره شته ما کوم تاسفانه تاسفانه چپوختو ک متل دی وای ته شالاسه تمی دښمنه ما کوم حکومت په دې نه دی توانیدل چې زمونږ اغه سرحد ځوخت څنګه ضرورد دی چې باید په سرحداتو کې ووسیږي دغه امکانات ورته نه دی برابر کی بلدا چې زمونږ چارواکو بالخصوص په سرحدي کې هغه پرسونل چې په سرحدي کې په کونړ کې توزیف دي هغه د کابل کې هغه په ننګرهار کې د لوړپورو چارواکو سره خدمت پاتې دي د کونړ پرسونل چې سرحد باندې دوی ساتي هغه په ننګرهار او په کابل کې د دوکومنتی لوړپورو چارواکو سره خدمت پاتې دي چې دا خپل هم یو خلک لري چې من کافی پرسونل نه لرو چې دفاع وکړي من awayi madafi awayi na la rochi zama ang poosti che pa laro pratu simo kedi che zama poosti po do mashto ki sarhadi poosti zama tabdili gi ang imkanat de dafa wazarat duita barabari de korani char wazarat da ga imkanat pa safar ki zar di de dafa wazarat yorta barabari dafa wazarat we chezi ham na laram zida amrikayanana sawal khoma dar khas tar kom ar war waq che ma tarak ta so fikr wakai man hai sta yow zwan man hai sta yow insanchi دومهشته په یو اپوستا کې باندې وی په دومهشته کې اغې وی چې موږ د باران وبسکو اغه وب چې د باران ناراضي زما په بیلر کې لویږي بیخي چنجی کوي بیخي چنجی کوي مګم د سروبیز په دغه کې څکم ز په پوسټ کې څکم مګم به زمو د وطن دفاع کوم سر له وطن قربانوم مګم زمنګ تیر ناکه ما حکومت زمنګ د دغه ځوانانو دغه فداکاری ونه منله او په تاش لاس باندې تننن ورځې په پو پوستو کې چولدي ا دې اقل ا دې اقل د سرباز د تشویق د د د سرباز د مکافات او د مجازات اصل چي بيخي په پخوانی حکومت کې نه وو او ترنن د ملات روسه په کې نه دی راغله ک دا نه وې حکومت زمنګ د ډاکټر سيبا اشرف غني احمدي او د ډاکټر سيب عبد الله په با ابتکارو باندې چې دوی د ملي وحدت حکومت جوړ کړی دي او دی اصل ته توجه کی او نور د افغانانو په سر تجارت و نشي او کار اخلي کار ته وسپارل شي نو دا واځي جواب ته دي د کڼړ ولوسونه به د نور افغانستان د ولوسونو په ارا شان آرام شي شپې مننه کوم برته برګرز او لند عملرو برته برګرز اوسه وړاندې جناب میخوایم این نکته ها رو بدانم آیا واقعا عدم توانایی توانمندی و عدم تجهیز و تسلیح نیروهای امنیتی در سرحد مشکل اساسی است یا اراده مدیریت این نکته با در نظر داشت و ملاحظه این نکته که اقل رسانه ها مردم همان گونه که خانم وکیل اشاره کردند مردم واقعا سربازانشان را که از نقاط مختلف افغانستان در مرز میرن از مرز دفاع میکنند، جان خود را میدن و واقعا که قبلا مطرح شده همه نکات را با جسم و جان خود لمس میکنن و واقعا به نیروهای امنیتی که در جاده در سرک در سرحد هستند افتخار خود میدانند و حضور از است که مردم امنیت دارند اما رسم مدیریت واقعا با ناتوانمندی مواجه است یا اراده نیست یا سهلنگاری است یا ضعف مدیریت مشکل اساسی در اینجاست که تشکیلاتی که در پلیس سرحدی ما ایجاد شده تشکیلش بسیار کم است سه کندک که سرحدی که در روش توضیف است سه کندک که سرحدی ما نمیتونه که در اونجا اینا وظیفه خود درست انجام بدن به خاطر چی تعدادشان است، تعداد کنده کم است باید تعدادشان تشکیلشان زیاد شود و در پولی باید حمایه هوایی و اکمالات هوایی از طریق هوایی به خاطری که نقاط صعب العبور است جنگلزار است بتونن که اینا پیش از جناب وکیل صاحب گفتن که در اونجا در چهار رای محترم ما پلیس سرحدی ما وجود داره های خودت دارن همه وقت سرشان در عملات است حتی شهید میتن زخمی میتن شهیدشان دو روز سه روز تا اینکه تیاره پلان میشه میره می یا انتقال میده اما پاسخ این نکته چگونه است این کمی پرسونل و یا نیروها و یا حداقل فرصت سازی که نیروهای بیشتر اونجا باشه آیا شناخته نشده شنیده نمیشه یا سالنگاری و علاقه خب، علاقه یک تعداد پرسونال پلیس از وزارت محترم امور داخله یعنی تشکیل باید قبلا در سه لک در چهار لک نفوس با پرسونال بود. حالا یک لگو پنجاه و هفت هزار تکافون نمیکنه. با خصوص با سردارت ما سردارت بیشتر باز است. تنها چهار رای موتاره بسته شده. یه ای ایجاب میکنه که تشکیل بده پرسونال برای برشت... ت... تعلیمات بده جذب شود تعلیمات بده. استخدام شاید در درجه وظیفه خود انجام داد. پوشش از سالش شود مالات یا طریق تئوری یا طریق زمین را, را برشان رسانیم. مشکل اساسی که انداخته میشه و رفتم در دریج مشکل باز بودن سرحد است. پس برای باز بودن سرحد در مدت چهار سال مثل که وکیل اشاره کردن که از چهار سال گذشته تا کنون این حملات و این راکت پراگنی ها وجود داره و رسانه ها هم صدای خود هم میکشه جامعی مدنی هم وکیل مردم هم و شما اونجا سر میتین و سنگر نمیتین اما نهایتا به سمره نمیرسه علتش چیست؟ خب یکی خندخت های پاکستان هست علایده جدا مسئله هست بله. مسئله تجیز شدن و اکمال شدن پلیس سرحدی ما جدا یک موضوع است. نظامی های پاکستان انداخت از یا بدون دلیل است یعنی خلاف نورما و قوانین بین المللی است چرا یک دولت بالای دیگر دولت بدون موجب چرا انداخت میکنه و این طرفی مردم مظلوم بیچاره در زیر از این چیز میشه زیر از این شهید میشه زخمی میشه،, میشه تلفات میبینه اگر نیروی امنیتی توانمندی که ما داریم بتونیم که با توپ خود انداخت بکنیم شاید یک تو بزنیم صد تا دیگه بزنه باز هم تلفات ملکی طرف میشه و اون طرفم کسایی مردم مسلمان بی‌دفاع هستن مردم مسلمان پاکستان دوست ما هستن ما با نظامی ها و با کسایی که در حکومت هستن مشکل داریم مشکل ما را یا ایجاد میکنن بدون از اینکه حال خود قبلا دلیل داشتن که از این ما را تایید میکنن در حالی که نقطه و نقطه اینا پوستای خود با واسفزی که خلاف نورما قانون بنام در نقطه صفری باید در 3 کیلومتری باشه ولی در اینجا های پیشون نشده خود جای به جای این پست هایشون است که در هر پوزیشن از 30 تا 40 تا 50 نفر تا 100 نفر اوجا هستند با مجهز با سلاح مدرن خود هستند پشت سر توپ هایشون هستند در 4 کیلومتر یا گوگو گا این داغ خود می کنند هیچ نو دلیل وجود نداره اما ما ایدا همیشه تقاضای مردم از خواهش مردم است که باید این موضوع را از طریق مذاکره باید حل بسازه ما تفاهم کردیم مردم احساسات خود نشون دادن که شما پیش شوی سر پاکستان بله اما این جای را نمیگیره بازم خون نزی میشه بازم با مردم تلفات میشه ما بازم در آخر گفتن که باید از طریق مذاکره حل به هر شکل میشه که تا این راکت ها جلوش گرفته شود تا مردم مظلوم بیچاره که در اینجا هستن یا چون مردم اکثریت مردم مهاجر شده از بر برآمده آمده از همه نموده او فعلا کسی نیست در اوجه بان هم باز فضی که توپان انداخت میکنه اکثرا اوقات یا با دشکه با آوان خود یا انداخته خود ها. از نقاط بله. در بور در خلیجات یک هستند در حالی که یک در خریجات نیست باز منداخته خدا یا میکنن این مشکل نظامی های پاکستان است و مشکلی که تجدید شود نفوس پرسونل پلیس سردی مازیاد شد این گرپ علایدگی است که ای باید مقام محترم وزارت امور داخله در بلند بردن تعداد پرسونل از یک, یک لک و جواب باید بالا شود این موضوعی است که باید این مربوط به یا میشه بله یک نکته و... که واقعاً... و... یک واقعا با پوزش در داور است همین است که همه حکومت افغانستان و یا نیروهای نظامی و یا در رأس نهادهای امنیتی افغانستان همین گفته هایی قبلا شما اشاره کرده این مردم افغانستان را و یا مردم پاکستان را و افراد ملکی را دوست خودش مشمارن اما پاکستان هیچگاه مردم ما را و حداقل شهروندان افغانستان را دوست نشمردن خب این یک مسئله اخلاقی متفاوت میان افغانستان و پاکستان است اما خانم وکیل اشارات قبلا داشتن که در قسمت عدم تجهیز و تسلی یا رسیدگی و دقت در قسمت پرسنل کاری جوانان افغانستان همان گونه که گفته شد اونجا در سنگرا می ایستن تس، و تجهیز نمیشن با دست خالی اونا نمیتونن با به زبان نظامی با کلاشینکوف و با موادی که در دست دارن خیلی سلاح سنگ نمیتونن پاسخ های گروه های شورشی که امنیت مردم بر هم میزنن و یا امان حادثه خیلی دردناک را که اتفاق افتاد و نظامیان ما را در پوستا آمدن شب به شهادت رسیدن تکرار میشه و ممکن هر از روز همان گونه شما گفته باشه اشاره کردین چند نظامی خود از دست بدیم در اینجا میخوایم دقیق پاسخ بگیریم مردم میخوان آیا واقعا ضعف در مدیریت و رسیدگی و بررسی از آدرس خود فرماندهی و قماندانی امنی ولایت کنر قرار داره یا نه در از او بالاتر در مدیریت و یا توجه لازم از آدرس نهادهای مسئول برای این نکته ها وجود نه کنر خاک افغانستان نیز به باورشان تشکر به شما پیتر معلوم است با تمام مردم افغانستان پلیس وظیفه مشخص مسلکی خود داره او دی ملی هم پلیس و جمع نیروی امنیتی اینا تعلیمات مسلکی داخل افغانستان دیدین نه دو مملکت جنگ یا تجیز شده باشند و تعلیمات دیده باشند یک پلانگزاری بسیار دقیق کار داره یکی به بسیار ساده نیست که با یک توپ کو بزنه و یک توپ مام بزنیم موجا یک کفایت نمیکنه جای جایی جای نمی اما این یک پلان کار داره که باید نیروهای امنیتی ما باید نیروی ویژه که به خاطر دفع ترد بیرونی کسی که انداخت میکنه داخل یک مملکت آماده شوه ای باید آماده شود پس ضعف توانمندی مسلکی و آموزشی پلیس تنفیذ قانون است پلیس آمادگی از پلیس یک پلیسی است که همیشه دشمن سرزی عملات خود میکنه با واسطه‌ای که سلاح بسیار خوردن داره که سلاح چی است ولی اونجا مرد و استاد از دفاع میکنه سینه خود قربان میکنه به خاطر امنیت مردم به خاطر ازی که به مردم تعدید نشه اونجا حاضر است از خود قربانی بده هیچ شکی وجود هر افتخار مردم است پلیس محلی ما پلیس نظم ما و پلیس سرحدی ما همه روز حملات است همه روز تلفات است ولی که جناب وکیل صاحب میگه درست است که باید تجیش او توپای در اختیار ازی باشه که توپای 100 متری باشه توپای 200 متری باشه،, باشه باید این تعلیمات شه ببینه تجیش شه بیا باید انداخت بکنه یک پلانگذاری کار داری مربوط میشه به مقامات رهبری دولت جدای از پلانگذاری آیا توانمندی فعلی که قبلا هم مطرح شد واقعا این امکانات و این تجهیزات دسترس دولت افغانستان هم قرار نداره و افغانستان نداره این امکانات را که به دسترس حداقل از جان باختن جوانان کشور جلوگیری شود و اختیارشان قرار بده یا بازم هم مجددا برمیگردیم که واقعا اراده وجود نداره در نیروهای امنیتی مخالفین تا به مقاومت هیچ وقت نداشته و نداره به هیچ صورتی چرا او بیگانه است از جایی آمده که او نی قانون داره و نی خدا را میشناسه و سر هر چیزی که میشه عملات خود میکنه اونا هر وقتی هم که پوستا به خاطر امنیت مردم بوده عملات کرده اونجا مردیش مونده و او قرمانی کرده او پرسونل مو افراد مو دا دا اونجه. ما افراد ما در اونجا ما در مناطق خود در اوجه بسیار از پشتیوانی بسیار خوب مردم برخوردار هستیم موج جلسات داریم شوراها داریم هر موضوعی که میشه رئیس های شورای محل سر ما را در جزی ترین گفت میشه جناب وکیل صاحب حضور داره یک موضوع که میشه یک قدر آزادی است که ازوی زنگ میدونم جناب وکیل صاحب ما البسی زمستانی نداریم دیکو خونک میخوریم بر ما وکیل صاحب میگه که البسی نرسیده ما گفتم روان کردیم وقتش جور نشده انشالله برش میرسه یک قدر موضوعات رقمی است که همه ما دخیل هستیم دایی که باید یک نظام خوب وجود باشه فضل خدا وجود داره تجدید شده تعلیمات مسلکی دیده به خصوص پلیس ما امروز قهرمانانه قبول بکنین که در 8 سال رای نورستان بسته بوده جناب وکیل صاحب دجوریان است اینمی نورو... نیروهای امنیتی افغان خود ولایت کنر که از دیگه ولایت ها ما کمک نخواستیم تونستیم که در 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 160 کیلومتر ما را, را باز بکنیم که امروز در پارون از کابل حرکت کنیم تا پارون هیچ موضوع نیست را روی همگی باز است در 14 ولسوالی که مربوط به ولایت کنر است دو ولسوالی که مربوط به ولایت نورستان میشن که در مسیر ما هستند همه مردم رفت آمد دارن هیچ مشکلی در اوج وجود نداره لطف و پروردگار است که یک پلیس محلی بسیار خوب در اوج دارند مطابق طرز عملش ده هیچ موضوع مداخله نمی فقط تامین امنیت قریه جات گرفتید گرفتین حتی چند قبل ولسوالی خاص کنه را ما کسای پوسپیچ پیدا شدن که از اونجا آمدن لقاپوش بودند بودن در جا. وقتی که خبر پلیس های محلی, محلی ما ساحات، وقتی که داخل شدن اونا توانمندی پیدا نکردن که داخل ساحات ما شدن پس برگشت کردن نمود لطفا لطف خدا نیروی امنیتی توانمندی هم که به دولتی کنند بارن. سپاس گزاریم. توانمندی فردی و شخصی نیروهای امنیتی به هیچ وجه مورد بحث نیست نکته های دیگر است که میخوایم از خانم وکیل بشنوم جناب خواندان به شورا کردن که ارتباط تنگ و تنگ میان نیروهای امنیتی و مردم وجود داره که به شکل اشکال قبلا شما هم اشاره کردین اما از عدم یک پلان بزرگ از عدم یک برنامه ریزی واقعی که ممد باشه برای تسلیح و تجهیز در قدم نخست که از مشکلات خردریزه جلوگیری کنه و مشکل پاورجای موزل همیشگی که بیشتر جان شهروندان را میگیره راکت پراگنی هاست این نکته چی است از دید شما چرا در مدت چهار سال حل نشد ام بهله شک اچ مخک مامور ته اشاره کړ او قومندان سره به اشاره وکړه چې په کونهړ کې د دولت او د حکومت ترمنځ امهنګی شته او همغی موجوده ده د بهله شک ده پټولو ولایاتو د افغانستان کې زمنګ محلي پولیسو دمر مسبته نتیجه ورنکړله لکه کونهړ کې چې سلپسولو کې ورکړی ده او د کونهړ ولسمو خپل هغه روغ جوړ تکړه بچي محلي پولیسو تمار فکر کړه چې نن عامه محلي پولیسو د زور او د بازو لوجنې په غوښله سوالي وکړي چې عامو خلکو غشت گذار کولې نشه نن زوږ مسافې ال تبرزم په غو کې پازادانه پا شکل ګرځم چې د محلي پولیسو لبرکته دي او د کنل د محلي پولیس د تقدیر ورډي لکڅنګ چقوندانسب اشاره ورته وکړه رازو دته چې تاسو پمده سوال کوي چې ه حکومتداری ضعیفه د وینو شو کړلې زفت حکومت په دې مورید کې تجهیزات نو په دې مورید کې او د غزېفه مديريت ترنه نه پوري ونه کړی شو چی دغه مسلې ته د پايټ کې کړي زمان هیڅ د یولس د نمائنده ویم چی حکومت په دې کې پاته راغې او په دې رجا پیمانه پکې پاته راغې دروست حکومتداری ونه کړې شو ضعیف مديريت موجوده موجود و لا ترس په کولر کې او تجهیزات لا ترس پوري څنګه چی ضرور ده چې زمنګ ملي امنيتي ځواکونه په اغه سلاګانو چې منهایز د یو ملک دوی ضرورت ورته لري په مختلفو ساحو کې په مختلفو برخو کې لا ترس اندی شي نه ملي ورتو او نه ملي پولیس او نه زمنګ د ملي امنيت استخباراتي کړي دومره و غزيدلي چې تر څو مخکله دینه چې دوښمن عملیاتو کې زمون امنيتي کړي باید امنيتي اطلاعاني ورکي عاملا امنيتي ځواکونه ته متاسفانه چې په دې کې ټول پاتې راغله او تر اوسه پورې په دې باندې ونه توانېدل زمون هیڅ د یو نمایده امیشا پټول افغانستان کې تعینات ا پورتول افغانستان کې د روابط پدغښېو دي یا د یو څه فایده د اخستلو په وجه شوې دي چې په کوم اړه هم د دیني تاثیر نه وي ا امدا غداشي مجوریت ضعیف کیږي او هر څوک د ځان د خپل ځان د راتاونونې په خاطر او ځان ته د خښ ژوند د جوړول په خاطر باندې هله ځل کې نه د عامولس لپاره اما وکیل اصلا با پوزش می بدانم زمانی که ضعف مدیریت وجود داره زمانی که مشکلات و چالش های از آدرس حکومت در رأس برنامه ریزی های سطح بالا برای چگونگی آوردن امنیت و تسلیح و تجهیز نیروهای امنیتی وجود داره مردم میخوان بدانن که حضور نماینده هایشان و حضور نماینده های کنر در مجلس نمایندگان با اصل در نظر داشته امان صلاحیت نظارت به معنی چی بوده آیا تنه په با یک بار در ساعت امتیاز بیان کردن شما اکتفا کردین نه خیر ما امصال ام دینامیسمستون تابستون کله وختي که, که برخصتي میريم وظیفه او مکلفیت وکیل است زمانی که شورا تعطیل میشه باید به با ولایات خود بر مشکلات ولایات جماوادی کده به مسئولین ولایت بودن اگر از سوی مسئولین ولایت از صلاحیت بلندتر باشد باید به مسئولین حکومتی بلند رتبه یعنی به وزرا و به خود جلسه عمومی یک گزارش رایه کرد شاید. من یک مثال بر شما میگم څه کالماده سرحدي ځواکونه او د امنیتي ملي ځواکونه د تهجیز د دو دوی د د د د د ضعیفه حکومتداري د دوی د لپاره هغه څه چې باید حکومت منهیز دی دا حکومت د خو حکومتداري و کی وې نه کړ ما یو تحریري راپور ولیکه دا تحریري راپور مې راوړ جناب ی یو نس قانوني چې صدرات کې دوه ماته ما واخره کړل دوه نیمه وخت واخسته وخ چنده زموږ سنفي پاتې شوی پولیس جرګه د دنه ما وخت واخسته وخ او د تمیر چې کله تاسو د امنیت شورا جلسه درلودله ما وغه اړه چې زه دا ریپورت تحریري ورکم نور اساس په خبرو په امتیازي واخونه شو د وزیرانو په سلبي صلاحيت ونشوه د وکیلانو د ټولو افغانستان په ملاتړ او چټولو غږونه شو د ملي شورا مساووبو په لیکلو په بیانولو باندې ونښوه نو کزدا تحریری رپورت ورکم دابو یو صنعت په شکل هم د دوی سره پاتې شي عمل ما سره او د دوی دغه ویده وجدانونه براوښی ما غ لیکره رپورت په دامنیت په شورا کې خپلول وست کاپی می ورکړه د وزیر دفاع په یواز باندې لوید رئیس د نماینده غلی ور مکرغه ته کورنۍ او چار وزیر به اوري دی خپل راغلیو دته خپل ور کړله او د ملی امنیت ماوین راغلیو چې دوی ته ملی کل رپورت ورکړي ورونو دای وکاپي در سره واخلې ما سره یې ژمنه وکړه چې موږ با فجرین د یو افته کې ولسی جرګې ترای شو او تاسو تبہ د تاسو د دا غوښتش په مورید قنعت درکو دوی خو رانغله کمیسون ته مو غوخته چیزه خپل اوز واده کمیسون امنیت داخلي دوی کمیسونو داوته شخصي وزيران چې من منته جوابګوي وزير دي نه ټيټ رتبه مامور دوی رانغله زمون کمیسونو ته کله چې د سرحد لوې کمانډر نغورټمل چې وروره ما وزیر سبته یو راپورټ ورکړیو ازما د راپورټ نتیجه چی شوه اکثرا ډیری ستونزې په سرحد کې موجوده وی دوی لاړه په سرحد کې آیت ویل چې موږ آیت لګللې ده سرحد ته وخت چې آیت لګ ما بهم دعوت کړی ما چې څویل ما ته معلوم شي چې ما دروغ ویل دي کما رښتیا ویل دي ما, ما بوټن ترلې ده په حکومت باندې کز رښتیا وایمه ز بونه تلشم <applause> بیرته چاراغلی بلچوالا غا رپورٹ خودغه منګه سربازانو سره خبري وکړي سربازانو ویلي چې نه دا شایع او دا دغه او منګه ګوتل لګولې منګه صنعت رواخسته تاسو په دې په ییږئ چې یو کمانډان په مقابل کې یو ساتنمن او یو افسر دا وا زه یو جوهته خبره درچی په وسني شرایطو د افغانستان کې په زغر د چ څنګه باید وغهږي او اصل د ديموکراسي راي ته نه رايږي اصل د حقوقي بشر چه راي ته نه رايږي بیرته دا د چا روا کو دغه یعنی د کمال د خلکو استاد سره ټانک نشته توپ نشته تيارانه نشته فقط خوله د جبده قلم دي کتاب دي تحريري ولې کې تقریری وي رسانې وتلاشي رسانې همغږي کې مدني ټولنې همغږي کې ولوسونه د ځانه سره همغږي کې او ان شاء الله دا کار موږ منهیز د نمائنده څومره چیز من قوتوان مندي او زمام نه عايز دی ویخذي توان مندي او زم ما دا کار کړی دي او زم ما ولوسونه ته واځي او جوه تدکونړیان کولې شي په ماقظاو توکي ماګه مفصوز افسوس چی بیا مrazol اخري خبره ته چی زف د مديریتو زاف د مدیریت په امنیتی ورګانونو کې هم کورنۍ چار وزارت کی، هم ملی اردو کې او هم ملی امنیت ریاست کې د پس هم میم بیایم. مې بیا یې بله این نکته ها در دل از حکومت گذشته د قل حرف که در قبال حکومت قبلی بود اما انتظارات از حکومت فعلی حکومت وحدت ملی و چگونگی راهکارها مطرح شدن راهکارها و یا توان ارزیابی توانمندی و اراده برای حل این موضوعات را. پس از وقفه خیلی کوتاه در جنب بندی با سلام مجدد به دامین مبحث خوش آمدین اقای صاحب خیل گذشته از درد دای دل و یا هم بیان چیگونگی لاله و مل دلائل که همیشه گفته شده و مشخصه میشه که در سطوحی است که شاید های بزرگتر نیازا رو اما آل حکنون از نوع روی کارت هایی که حکومت وحدت ملی در چارچوب برنامه بزرگ استراتژی بزرگ در ارسی نظامی داره می خازاد راست شما بشنیم که تا میزان حرف های وجود داره که امید وجود داشته باشه حداقل دیگر راکت برآوردهی بخاک کنر نداشته باشیم یا در قسمت تسهیل و تجهیز نیروها که توانمندی چند برابر شود در قسمت دفاع از خاک تشکر تافتای گذشته یک سیمینار در وزارت محترم امور داخله داشتیم در اونجا ما پیشنهاد شخص شخص خودمو در مورد از بود که تشکیلاتی که جور میشه به سال آینده این تشکیلات تو برای کل ولایت افغانستان یک گله سوالی که تعداد نفرش قباشه یک سان نباشه بله حرازی شدیده. مشکلات شدیده برش تشکیل داده شود تا بتانه که او در خدمت مردم باشه و با گفت جواب مردم به مشکل مردم رسیدگی میشه بتونه که رسیدگی کنه بتانه, بتانه. این پیشنهاد ما پذیرفته شد ان که در سال بعدی در سال آینده که تشکیلات میتن شاید که تشکیلات بهتر خوبتر شه مثلا که ما مثال دادیم که یک گلسوالی ما در نزدیک خط فرضی دیورن است ایجاب میکنه که باید مجازتر باشه سلاش مدرن باشه باید تعداد نفوس زیاد باشه تعداد پرسنل زیاد باشه به با گلسوالی که داخل شهر کابل است یا گلسوالی که در اینجا این چیز عملات نداره جنجال منطقی و مردمی داره اینجا میتونن که ای تشکیل ما را چی از نگاه سلا و چی از نگاه پرسنل بدون تقویم کنم کی پذیرفته شد ان شاء سال آینده یک تصمیم دارن که ولایت کنر باید قسم در تشکیل داده شود که بتواند تکافوی او بکنه از مردمش از سرادات جوابگو باشه بله. اما درخواست با درخواست مندی برای جاگزینی افرادی که در رأس مدیریت خصوصا در قسمت مرزها هستن که واقعا بتوانند هم هم ها رو در نظر بگیرن و یا اشاره که قبلا مخانم وکیل داشتن که پرسونل های محافظ سرحدات در خدمت افراد دولتی و یا هم افراد که قرار میگیرن در شهرها میان این نکته ها هم لطف خداست که وکیل صاحب محترم شورای ولایتی ما از پارلمان ما با خصوصی ها یک تعداد یک گپوی بود و یک یک تعداد کسایی که خدمتی بودن به نام اینان یک تعدادش ها مالا یک تعدادشان ماندن به خصوص در پلیس سرحدی ما در قوندانی امنی خود ما لطف خداست که وکیل صاحب جه حضور داره پیشوریشان نمیگیم وکیل صاحب که از جه هستن نمایندگی از ملت میکنن قبول بکنین که در مجموع خدمت از این هر صدایی که یا کدین صدای ملت گفتین بر ما ما آذر و خاک اگر اگر شب د روز بوده رو جواب دادیم پشش گشتیم که باید مشکلی رسیدگی کی شه. این مشکلی که توان ما بالا بوده با وزارت خود خبر دادیم که اینی مشکلی که باید تصدی کی با خصوص در قسمت ولسوالیای ما که سرحدی است. چون سرعت داد سابل نظریات خود دادیم کسایی که استخدام شدن آمدن حیاتای در روز آمدن این نظریات خود دادیم که باید وردی ملی ما رقمی تجدید شده که در مقابل توپو باید جواب بده و پلیس ما یک پلیسی باشه که اول تنفیذ قانون در جایش مونده که مسئله معاربا و جنگ و یک قدر مخالفین و مسئله در اینجا که با بسا سالای توپای 82 و آوان و دشکه و یک پا موجه باید پلیس هم آماده شده نظر ما این است ای که این ای که پلیس مادی در دا پلیس داخل افغانستان تعلیمات خواهد به مردم چی بکنه و نیروی امنیتی وجود اولادی خود او مردم است، خدمت او مردم است. قبول بکنند که نیروی امنیتی جای دل خدا پیدا کرده در بین مردم. مردم با قلبش نیروی امنیتی خود دوست داره. چرا با قانون هستند؟ احترام برشان میکنن عزتشان میکنن در مشکلشان همیشه رسیدگی کردن میکنن هر صدایی که مردم داشته این این سینی خود قربان کرد صدای شلبی گفته تا نسک مشکلش حل بکنه ان شاء الله در سال آینده امیدوار هستم که باید یک تشکیل منظمه به ولایت کنر بدن که تا بتونن مشکل سرادات مال شه اگر مشکل سرادات مدر در ولایت کنر حل شوه ان موضوع مشکل داخلی ما به بسیار خوب وجه خوب میشه و حل میشه ولایت کنر یک پیشترم گفتم که یگانه موضوعی که جنجال بشه و مشکلات است و سر ستاست زیادتر فساد اخلاقی در اوجه در اوجه وجود می داشته باشه اما ما دارای فساد اخلاقی هیچ نه فساد اخلاقی در اوجه وجود نداره همه با یک نظام با یک ها. قانون با یک مشوره از دورترین نقاط ما بخواهیم که یک سفید به صحبت کنیم که تش میای حاضر میشه میای که ما را خواستنیم بسیار برش احترام میشه هزار نگاه برش چیزی که توان و ماست ما کمک میکنیم در مسیر شارا جناب وکی سب تشریف داره که در مسیر شارا هر کس میتونه که از کابل به بکنه دیدن بکنه خوب فضاست خوب آرامی است او قدر مشکلاتی که در دیگه ولایت در, 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 در مسیر راهیشان دیگه شان ما لطف خدا وضعیت ما خوب است وکیل با را ما هیچ خبر نمیشیم که ما وقتی خبر میشیم می خدا حافظ ما آماده بودیم و رفتیم یعنی احترام میشن در اوجه هم مگی با یک پالیسی با یک قانون یک پیش وجود داره مطابق از کار خود میکنه مداخله وکیل سایبا وجود نداره مداخله کلانایی که در, در کابل هستن در مقامات رهبری وجود نداره حتی ما یک پلیس ملی ما خدمتی پیش وکیل سایبا یا پیش کسایی که خارج از ولایت است یا رنجر ما یا افراد ما به کلی وجود نداره چرا یک قانون گزارش شد چندین نفر آمدن که بودن هم خدمتی تقاضا کردیم از پیشون گرفته شد پس وظیفه خود سلام سپاسگزارم خانم وکیل در امتداد این همه عدم یا نبود کمی ها و کاستی های ارتباطی بر تداوم بهبود این وضعیت در حکومت وحدت ملی از آتر از شما چه هایی وجود داره یا اراده و یا ارزیابی هایی که برای بشتی ساختن نیروها به سرحد و یا خصوصا بر ولایت کنر و راحل هایی که در این نظام و در این دیدگاه های جدید دیده میشه از آدرس شما آیا نوید بخش است یا نه پیوسته به با گذشته بله ستاسو دخ... سوال پر جواب که باید دوی مچی چی خلق و بید را دی ملی وحدت نبی حکومت تا چی ا څنګه چې په کار باندې فایل کړی دی جديت قاتل لري په خپل عمل کړکې ولوسونه هم امدا غوړي اوامدي تسترګې پلاړه دي اره کومو کاستی چې وې کزمنغه نه وې حکومت ا هغه ته باید پايته کې کی کیلي یعنی مسلکی او پروفیشنل افراد باید وګمارل شي د هر اداري پراس کې او بلخې خصوص په با امنيتي از واكونو کې چې دوی وکول شي چې د خپل وطن د صادو د دا سرحداتو نه استفاده وکي اصل د مکافات او د مجازات باید ماستر شي چې تروسه پوری دات سنو هر وزارت باید خپل وظیفه او خپل دند او پیجنې تفکیک شي هر وزاري صلاحیتونه او وظایف چې څوک په کمزکي تداخلي وظیفوي باید لمنځه لاړ شي نو په همدغه خاطر باندې د هر ولایت څنګه چې ډاکټر صاحب اشرف خانی پخپلو یو منشور کې چې مخکې لدینې چې دوی قدرت ورسيږي یو در منشور درلوده و هغه منشور کې چې ما متاله کړې د پخې کلي کلی, کلی چې ولایتونه باید استقلالیت ولري د خپل بودیجي د ضرورت په بنا باندې چې دغه امنتی ځواکونه هم په دې کې راځي او هر وزارت باید د هر ولایت ضرورتونه باید اختصاص کې او هغه استقلالۍ تورکی په خپلې د بودیجی په برخې کې ترسو ولایت خلاص لاس ولري او یو کول شي چې په خلاص لار باندې خپل ضرورتونه خپل رافکې روابط او زوابت لمنځلار شي څنګه چې ډاکټر سي په منشور کې اشاره کړل چې د یو کمانډان زوي سرد یو بل عسکره کې زوي عسکري یا زوي سیمن صبي یا زوي ساتمنۍ باید یو شند قانون ا مطابيق <applause> دوی په ای ای پیوسترګو کتل شي او یو شند قانونم خپل قانوني حقوقو نه مستفيد شي <applause> نه د دې چې یو قماندان زوی د قماندان په ځای حکم روايي وکي یعنی دا په ډیری ولایتو کې او دا کارونه شبی دي خدای سره نه لمنځل اړشی او څنګه چې ملی وحدت ویلې د ملی وحدت ټینګونی ول شي سو استفادتي ونه شي چپړوسان ته نور منفیاتون او نخلی دا وازی او جوات خبره ده چې دنیا په امید خړل شوه ده او خلک اومیدواره دیرتدي دی. ځکه په موږ ژوند تیر دي مګم تاسو ځوانانو او تاسو په فکر او تاسو په مخ او تاسو په دغه ګردي میزونو عددی میډیا چې مثلا نه ده صلاح قلم دي او صلاح خوله ده کولای شي چې د افغانستان تاریخ ته تا تغیر وکړي تشکر مانانا کورمودان در شما هم تشکری میکنیم سپاسگزار دعوت ما را پذیرفتین موفق و سرفراز باشین و همچنان آنچه قابل ذکر است نیروهای امنیتی شجاع مردان و بزرگ مردان هستند که سینه سپر میکنند و این خاک و این ملت را در امن و صفا برایشان زندگی میسازند و در تداوم پیشرفت ترقی و تمدن مردم افغانستان را کمک میکنند اما توجه و دقت از آدرس سیاست گذاران و برنامه ریزان و نهادهای مسئول و مدیریت های اساسی هم نیاز مبرم است تا انگیزه های این جوانانی که جان میتن سر میتن و سنگر نمیتن بیشتر شود و اما نسل که با دست خالی جنگ نمیشه همیشه در نظر گرفته شود تا برنامه بعد در افزیاد باشد.